این جناب آلیست کرولی این جنی که برش ظاهر شد و این کتاب رو برش دیکته کرد خودش میگه اسمش گذاشته آیواس میگه برمن خودش رو آیواس معرفی کرد میگه ابلیس این رو فرستاد برمن من وحی کرد من این رو هشتم و نهم و دهم آوریل کار کردم نوشتم 1904 107 سال پیش این جناب آی آلیسه کرولی فردی بسیار عجیب و تاثیرگذار در تاریخ جهانه این آدم یه چیزای عجیب قریب گفته ببین چی میگه میگه بنده جن ببلن زن سرخپوش یا لیدی رد که از رازهای فراماسونری ریست زن سرخپوش را به همراه نطفه خودم در رحم دهها زن شراکت دادم ای 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 و شارک هم فی الاموال و الاولاد مشارکت کن کسانی که از این طریق زاده بشوند متوجه شد در مقابل ذریه حلال داره این طرف ذریه حرام شکل میگیره کسانی که از این طریق زاده شوند استاد معبد خواهند شد کسی تو سیستم اوتی او و ایلومیناتی به قدرت میرسه که حتما باید جن ببلن شراکت داده شده باشه در نطفش یعنی حرام زاده باشه آلیستر کرولی بلند میشه میره مصر به همراه همسر خودش ببینید لوح افشا که به آن لوح 666 نیز میگویند به وسیله آلیستر کراولی و همسرش روز در موزه بولک در 18 مارس 1904 قاهره پیدا شد روز دو روز قبل از آن پیغام آنان منتظر تو هستند را دریافت میکرد شب تو خواب یک جن نیمی اومد سراغش با سر اقاب سر قوش مانن. خدای هروس باری کله به شما شاهین هروس اون که جام جهانی رو توب خورده بود کلش میومد اومد بهش میگفت آنان منتظر تو هستند ادعا میکرد این پیغام از هروس است وقتی آلیستر او را به موزه برد به موزه برد تا گوینده پیغام را به او نشان داد زنش اطلاع نش گفت به من بگو ببینم کدومی که از این مجسمه ها بود کدومی که از این تندیس هایی که پیدا شده بگو رسید به این ایستاد لوح افشا تا رسید به این سب کرد چیزی که کراولی را تکان داد این بود که او آن بدون شک نشان دهنده هروس بود و شماره تابلوی نمایشگاه بالای آن 666 بود شماره ای که او خود را قویین با آن میشناخت کشف لوح افشا قدم مهمی در وقایعی بود که منجر به نوشتن کتاب قانون یا شریعت شد چهل روز گفت اونا منتظر تو هستن رفت تو حرم خوپوس الان تو رو میذارن شب بری تو موزه بمونی نه ایشون با خاندان سلطنتی در ارتباط بود اجازه دادن بره تو حرم خیوپوس کنار قبر این گوربگوری فرعون بشینه مدیتیشن انجام بده در زیر مهمترین حرم حرم خیوپوس در اهرام سلاسه جیزا یا گیزا سه تا هرمن اون وسطی بزرگتر دیده میشون هرم خاپوسه. رفت اونجا مدیتیشن انجام داد چجوری داخل هرم خودشو شبیه به هرم کرد چارزانه نشست دستار گذاشت سر زانو ببین بعدا عین هرم در معماری میگن شکل خود متشابه صورت گرفته این مدیتیشن انجام داد برای اینکه خوب خوب شبیه هرم بشه کلاهش هم چیکار کرد هرمی گذاشت آقا جنی بر او ظاهر شد و گفت بنویس عکس جن رو اول کشیده خودش میگه آبی رنگ بود اما چون با زغال کشیده سیاه کشیدنش آیواس همان کاراکتریست که توی انیمیشن جدیده اسمش یادم رفته باریک شلا دارن جا میندازن خدمت شما عرض بکنم موجودات فضایی آیواس کله گنده پوزه کوچیک همین ایشون تشریف دارن اگر بدانی چی داخل این نوشته شده کپ میکنی برات بعضیش رو میخونم کف بقیهش محول میکنم به خودت ای پیامبر کی داره میگه؟ ابلیس به کی میگه؟ بالیست کرولی جبریل کیه؟ این مرتیکه تا میتوانی برایم خون بریز من خون میخواهم خون کودک نخست خون کودک کودک چه ویژگی داره؟ معصومه دو خون اهل بهشت سه خون دشمنان من و در نهایت خون کاهن خون خود کاهن نه که خودشی گردنشو بزنه یه تیک بازوشو یه لیست میزنه میگه تمام شریعت اینه جز این نیست ببین چنان کن آن چه خواهی کل شریعت بود هر چی عشق تا انجام بده محدودیت وجود نداره کی گفته گوشت خوک نباید بخوری بخور کی گفته عرق نباید بخوری بخور من ابلیس تو این دینی که دارم تا هر کاری دلت بخواد میتونه بکنه 1904 100 سال پیش بعد شما میگه 1966 چه جوری این آنتوان لاوین حرف زد که هر کار اشقت انجام بده بابا کپی زد 60 سال قبل اون گفته بود این معلوم آیه 13 نگاه کن من فراتر از شمایم سبحان ربی الاعلا و بحمده قرآن رو بدل زده فلان فلان شده آیات شیطانی اینه جالب بدونید این تبدیل شد به مانیفست قرب همین سی صفحه کتاب من بالاتر از شما و من درون شما هستم نحن اقرب اله من حبل الورید خدا گفت من از رگ گردن به شما نزدیکترم دونه دونه آیای قرآن این بدل زده هجابیست قابل توجه شما ال آن هجاب سیاه هست به خدا قسم اینه این هجاب زن با حیاست این هجاب غم و پارچه و تابوت مرگ است ای پیامبر بدان این هجاب از من نیست آن را بکسل گناهانت را در کلمات عفیف مپوشان این گ... یه تابلو گناه کن قایمشون نکن این گناهان لوازم منند باید این کارا رو انجام تو به درستی عمل کن من در این دنیا و آن دنیا پاداشت خواهم داد دستشون احشام را قربانی کن ازش میپرسم گو... گوسفندم اینا رو میتونیم قربانی کنیم میگه احشام رو قربانی کن کوچک و بزرگ فرقی نمی کند. البته پس از یک بچه میگه اول بچه برای من قربانی باورت میشه این آدم که اگر شما بدونی کی تو اوتی و عضو بوده مختون سوت میکشه اما در مورد لیدین رد بعدی توضیحاتی خدمت شما بدم آلیستر کرولی میگه شما اینی این پایینیه آدم ها انسان ها اینه. این این لیدی این رد که زن سرخوش قرمز نماد چیه؟ شهوت میگه زن سرخوش یا زن مخملی یا اسکار وومن یا زن فاحشه بر تو سوار است اسم این زن ببلنه ببلن الهه شهوت و فحشا یا جن شهوت و فحشا در بابل بوده میگه به هر سو تو را میراند برو متوجه شدید؟ اگر نروی افسارش تو را خواهد آزرد ببین به تو میگه سمت راست برو نری میکشه به کجا میری؟ به سمت چپ راست برو بخواه به سمت چپ بری میکشدت میگه این وری برو میگه هر چی به تو دستور میده انجام بده اگر انجام ندی بخوای انقلت بدی انقلت بیاری افسارش تو رو چکار میکنه؟ اذیت میکنه ما زمانی که داشتیم اوتیو رو بررسی میکنیم به یه اسمی رسید میخکوب موندیم جناب آقای زیگمون فروید آقای فروید چه نظریه داد؟ میل جنسی به تو هر دستوری میده انجام بده تمام اغده های روانی حاصل واپستدگی های میل جنسی است